چند صد سال قبل بردهداری خیلی باب بود، ولی الان از لحاظ قانونی نمیشه این کارو انجام داد. خب مشخصا مردم هم آگاه شدن و دیگه نمیشه واقعا از اون سیستمی که قبلا آدما کار میکردن و خب ساختمون میساختن، شرکت‌های مختلف، بیزینس‌های مختلف، کمپانی‌های بزرگ میومدن اهداف خودشون رو با بردهداری پیشبرد میدادن و خلاصه همه کاری انجام میدادن. ولی الان مردم چون به آگاهی رسیدن این کار غیر قابل انجام دادنه. ولی اگر من داشتم دنیا رو کنترل میکردم و میخواستم که کاری کنم که مردم همچنان برده بمونن و تو اون ساختاری که من میگم زندگی کنن، میومدم آموزش اشتباه رو باب میکردم. آموزش اشتباه رو باب کردن یعنی این که من میومدم باورهایی میساختم که به پوست و گوشت و استخون آدم‌ها رخنه کنه و چیزی باشه که مردم هم دوست دارن و فی‌الواقع آدم‌ها اون چیزی که میخوان رو دریافت کنن ولی نتیجه نداشته باشن. یعنی شما سیر بشی ولی استیک هم نخوردی، یعنی شما رو قانع کنم که داری املت میخوری ولی لذت استیک رو ببری، که این عالیه، ولی به هر حال املت استیک نمیشه. یعنی نمیتونی این فکت رو انکار کنی که املت استیک نمیشه. میخوام حمله کنم به یکی از بزرگترین باورهایی که دارید، باور در لحظه زندگی کردن. یعنی آنچه که توی ایران خیلی بابه و من میدیدم به طور مداوم، نه همه چیز که پول نیست، همه چیز که مادیات نیست، ما باید بالاخره به این چیزا هم بپردازیم. همه چیز پول نیست، قبوله، همه چیز مادیات نیست 100%. معنویات توی زندگی شامل خدا، شامل ایمان خیلی اهمیت داره و به شدت مهمه، تا اینجاش هم قبوله. انسانیت 100% مهمه، آنچه که ما چارچوب‌های انسانی مینامیم مثل وفاداری، مثل ازدواج و و و و اینا همشون مهمه، مثل مهربانی، مثل کمک و و و همش مهمه. اما در لحظه زندگی کردن رو باید با هم دیگه مورد بررسی قرار بدیم و آنچه که من میگم رو منطقی نگاه کن، تونستی منطقی رد کن، نتونستی با احساساتت نیا اینجا واسه من کامنت بذار، ممنونم. میخوام به افکار شما حمله کنم، در نهایت از این حملم هدف دارم، میخوام یک چیزی رو در درون شما تغییر بدم. سلام، به سومین قسمت از پادکست ققنوس خوش اومدید. چرا ققنوس رو قبلا توضیح دادم، اینجا کوتاه مختصر مفید میگم. ققنوس از خاکستر خودش دقیقا زمانی که همه فکر میکنن مرگ پایانش بوده دوباره متولد میشه، قوی تر، بهتر، آتشین تر. خلاصه اینکه همیشه آتشین باشید. زمان چیه؟ ما از لحاظ فیزیکی، از لحاظ متافیزیک و علمی، ما هزار تا چیز مختلف راجع به زمان ممکنه بدونیم یا شنیدیم یا به هر حال هر چیزی، ولی اگر ما زمان رو یک خط تصور کنیم، زمان حال میشه یک نقطه روی این خط. الان اینجایی که من دستم رو نگه داشتم زمان حاله، سمت چپ رو میکنیم زمان گذشته، سمت راست رو میکنیم زمان آینده. من در لحظه زندگی میکنم، من الان اینجام و تمام افکارم، تمام احساسم، تمام حضورم و وجودم در لحظه است. عالیه، ولی مدرک دانشگاهیمو قراره اینجا بگیرم، دستاوردام اینجاست، منم اینجا الان استودیو زدم و باید تبلیغات انجام بدم که در آینده مشتری بیاد، پس من فکرم در آینده است. آنچه که شما اسمش رو منیفستیشن میذارید، من نقطه مقابل تصویرسازی و منیفستیشن هستم. آنچه که ما اسمش رو تصویرسازی میذاریم فول در آینده است. یعنی من الان ماشینه رو ندارم، تصویرسازی میکنم که در آینده دارم، اوکی، هیچ ربطی نداره به زمان حال تا اینجا هم. من برنامه ریزی میکنم، برنامه ریزی تماما در آینده است. اهداف در آینده است، دستاورد در آینده است، تغییر در آینده است، رسیدن، بهبود، نمیدونم، هر کلن هر آنچه که ما داریم در آینده است. حالا من اگر صاحب دنیا بودم و میخواستم که آدم ها رو برده نگه دارم، میخواستم آدم ها رو گوش به فرمان نگه دارم، میخواستم آدم ها رو توی یک وضعیت ذهنی نگه دارم که زیاد دنبال پول نرن، چون برخلاف چرت و پرتایی که تدریس میشه دنیا اصلا دنیای فراوانی نیست. ما تو دنیا کلن 3600 تا بوگاتی داریم، از خودکارهای جیکوبنکو 500 تا دونه وجود داره، من یکیشو دارم. مازراتی لوانته 10,000 تا است، به اندازه 90 میلیون ایرانی که دیگه 80 میلیون نیستیم، الان 90 میلیونیم. ما پراید هم حتی نداریم. تو همین دبی به اندازه جمعیت دبی ما ویلا نداریم. عزیزم، همه نمیتونن ویلا بخوان، میتونن ویلا آرزو کنن. پس دنیا به گونه‌ای طراحی شده که شما نرسی. دنیا جای نرسیدنه، دنیا اصلا دنیای فراوانی نیست. شما وقتی یک مرسدس میخوای و اون مرسدس سر کوچه‌تون، گالری سر کوچه‌تون داره، اون مرسدس که شما میخواید، منم اگر بخوامش و هر دو تلاش کنیم برای پول جمع کردن
پول درآوردن، ثروتمند شدن و خریدن، من و شما در رقابتیم. من بخرم مرسدس دیگه ای تو اون گالری نیست. میگه خب میرم از یه جا دیگه میخرم. تعداد مرسدس های داخل ایران هم محدوده. در نهایت حتی اگر همه مرسدس های توی گالری ها فروخته بشه و تو بخوای مرسدس رو از من بخری، اون قیمتی که تو گالری بوده من بهت نمیدم، من بالاتر میدم. عرضه و تقاضا باعث بالا رفتن قیمت میشه. اصلا آنچه که ما اسمش رو لاکچری میذاریم عرضه و تقاضاست. عرضه کم و محدود و مدیریت شده، تقاضای بالا توسط آدمای A پلاس، توسط افراد بالای جامعه. ما به این میگیم لاکچری، خدمات با کیفیتی که به صورت مدیریت شده و از قصد محدود ارائه می شود. چرا خودکار جیکوب انکو 12,000 دلاره؟ چرا؟ خیلی سوال قشنگی ها. چون 500 تا دونه ازش هست. اگر از همین خودکار به تعداد بیک تولید می شد، ما همینو می خریدیم 200 دلار، می شد یه خودکار عادی. یا این خودکار هست ادیفیس فکر می کنم اسمش، یا یوروفیاس، دقیقا نمیدونم، با یه ای این شکلیه که همه با هم دیگه کادو میدیم 100 دلار 200 دلاره، رو این رنج رقم میگرده و بالاخره یه کادوی لاکچری محسوب میشه. ولی وقتی میریم سر وقت جیکوب انکو، ما میریم رو 12,000 دلار، چون از قصد این خودکار محدود عرضه شده به آدمهای از یه لولی بالاتر جامعه. وگرنه شما توی لول خاصی نباشی از لحاظ مالی حداقل، نمیتونی بری خودکار جیکوب انکو بخری. اصلا منطق میگه آه دیوونه ای 12,000 دلار پول خودکار بدی، پس باید از یه جایی به بالاتر باشی. تا اینجا داشته باش. الان میگه آدم داری فخر میفروشی فلان. نه عزیزم، من دارم راجع به اقتصاد و جامعه صحبت میکنم. حالا منی که رسیدم به این پوزیشن که میرم یه همچین خودکاری میخرم، شما باید به من گوش بدی که پولدار بشی، نه اونی که برمیگرده بهت میگه در لحظه زندگی کن. حالا نکته، چرا نمیتونی در لحظه زندگی کنی؟ اصل ویدیو از اینجا شروع میشه و متاسفانه اکثرتون دیدید چون حرفای من برخلافتون رو زدید رفت. چرا نمیتونی در لحظه زندگی کنی؟ چون وقتی توی ذهنت شروع میکنی راجع به آینده فکر کردن، برنامه ریختن، هدف مشخص کردن، مسیر مشخص کردن، استراتژی چیدن و نظم ایجاد کردن برای رسیدن به آنچه که در آینده قراره بهش برسی، حالت بد میشه. سوال این نیست که من وقتی که در زمان حال هستم آیا حالم خوب است یا خیر، و در وقتی که خودم رو درگیر زمان آینده میکنم حالم بد است یا خیر. بحث حال شما نیست که چرا حال من الان خوبه چرا بده، نه. سوال اصلی اینه که چرا وقتی افکارت رو معطوف به آینده میکنی حالت بد میشه. خیلی سوال عمیقیه. تو تمایل داری در لحظه زندگی کنی چون داری از چیزهایی که در آینده اتفاق میفته میترسی و میخوای فرار کنی. خیلی جمله عمیقه. چی کارت کردن که از آنچه که در آینده قراره برات اتفاق بیفته، یک نسبت بهش ناامیدی، دو ازش میترسی و سه ازش فراری؟ این سه چیز چه سودی برای اونایی که دنیا رو کنترل میکنن داره؟ تو هرگز دنبال اهداف بزرگ نمیری. حالا اونی که دنیا رو کنترل میکنه میگه خب من 40% بازار موبایل رو دارم، 70% ماشینای دنیا مال منه، کنترل سوخت دنیا دست منه، من مشخص میکنم این چی بپوشه، عطری که میزنه رو من مشخص میکنم. چرا؟ چون من صاحب مثلا 30% از اپلم، 50% از گوگلم، 70% از سامسونگم. تو هم اگر زیاده خواهی کنی مجبوری از سهم من بکنی دیگه. تو الان یه کمپانی بسازی سایز مثلا اپل بیای دنیا رو بگیری، تو که خودی نیستی، منم خودی نیستم، یه ما وجود داری اونا. پس من یه کاری میکنم که تو در لحظه لذتشو ببری، رقیب نشی. وضعیتی رو ایجاد میکنم که اصلا رقیب ایجاد نشه. این بماند، یه مبحث طولانی و بزرگ و ترسناکیست، من واردش نمیشه. اما اینکه تو چرا نمیتونی افکارت رو معطوف به دستاوردها و اهدافی بکنی که در آینده قرار بهش برسی و در عین حال همون لذت در زمان حال بودن رو ببری؟ کی میگه شما در لحظه باشی حالت خوبه؟ اصلا آموزش هایی که توی ایران هست همش ختم به منفعل شدن میشه.
من واسهتون این رو الان مثال میزنم، قبلا 100,000 بار گفتم، اینجا یه بار دیگه تکرار میکنم، کوتاه مختصر مفیدش. قبل از اینکه بخوام به مثالام برسم این موضوع رو بهتون بگم. علت اینکه شما در آینده حالتون بده رو توضیح دادم. اینکه شما در زمان حال حالتون خوبه مثل قرص سردرد خوردنه. علت سردرد رو از بین نمیبری، بلکه چشمت رو میبندی بر آنچه که قراره برات اتفاق بیفته. این وسط تو به این باور میرسی که آنچه که تو در آینده برات اتفاق میفته دست تو نیست، روش هیچ کنترلی نداری، پس فرار میکنی. تصمیم امروز تو آینده تو رو میسازه. حالا همون خطی که من کشیدم به عنوان زمان رو در نظر بگیر. این زمان حاله، این آینده است، اینم که گذشته است. زمان حال رو با نیم نگاهی به تجربیات گذشتت صرف ساخت آینده کن. حال رو برای ساخت آینده فقط صرف کن. در لحظه بودن، یعنی من اینجا میشینم، چه استدیوی خفنی، بعد با این طرز فکر شعبه 2 نمیزنم، شعبه 3 هم نمیزنم، از آنچه که دارم راضیم و لذتشو میبرم و تمام. زندگی خیلی هم مقصده، اصلا هم مسیر نیست. چرت و پرتا رو به یکی بگید که دستاورد داشته باشه، ببین جوابش چی میشه. تو نمیتونی به یه نفر که رفته، رسیده، دستاورد داره، هدف داره، پول داره، بگی زندگی مقصد نیست، بی خودی زور نزن. اتفاقا زور بزن، تلاش کن، بیش از حد تلاش کن، بیشتر متمرکز باش، بیشتر منظم باش. هر کاری که الان داری میکنی 10 برابر بیشترشو بکن. من اومدم ایران و از نزدیک دیدمتون. این آموزش های اشتباه همه تون رو داره به قهقرا میبره. موضوع این پست در لحظه زندگی نکردنه. حالا من چیکار کنم که وقتی که میرم در آینده و برای آیندم برنامه ریزی میکنم حالم خوب باشه؟ قبل از اینکه بپردازیم یه فلشبک بزنیم به مثال ها. همراه با این در لحظه زندگی کردن، چیزی که تو ایران خیلی زیاد باب شده، این کانسپت موضوعی که ما باید به احوالاتمون توجه کنیم و کائنات و جهان هستی که یه چیزی حدود مثلا 600 میلیون سال نوری با ما فاصله داره، که ما موجوداتی هستیم میکروسکوپی نسبت به اون عظمت، به احساسات ما اهمیت میده. یعنی من اینجا نشستم و ارتعاش پول رو میفرستم و جهان هستی دست به دستم دیگه میده که من پول به دست بیارم. بعد پول رو کی ساخته؟ من بشر. و جهان هستی اصلا از وجود پول بیخبره. جهان هستی به قوانین فیزیک احترام میذاره، قوانینی که هست درش احترام میذاره، پول یکی از اونا نیست. قوانین فیزیک در تو پول صدق نمیکنه. پول یکی که کاغذه، این کاغذه، ما بهش ارزش دادیم. ارزش های من ارزش های جهان هستی نیست. الان هم که اصلا پولا شده یه سری عدد دیجیتالی توی کامپیوتر. اصلا این عددها هیچ مفهومی در جهان هستی نداره، چون ریاضیات هم ما ساختیم. ریاضیات زبانیست برای درک جهان پیرامون ما. ما یه چیزی ساختیم که بفهمیم چجوری محاسبه کنیم، که الان شده عدد، عددا پولن. ما به این عددا ارزش دادیم. برات مثال میزنم، 1,000,000 عدد دیگه، ریال یه معنی میده، دلار یه معنی دیگه میده، خیلی معنیاش متفاوته. این دلار و ریال رو ما ارزشمند یا بی‌ارزش کردیم. من راجع به ایرانی صحبت نمی‌کنم، راجع به کل دنیا دارم صحبت می‌کنم. پس ببین، احساس تو، ارتعاش تو، افکار تو هیچ ارتباطی به پول نداره، اون کلاً یه چیز دیگه است. ارتباط با کائنات منفعت مالی ندارد. ارتباط با جهان هستی، یا اصلا من یه سمینار پرایویتی داشتم 10 نفر کلن، هیچ کجا هم اعلام نمی کنیم این سمینارها رو، سمینار روزه سکوته، سمینار دیسکانکت تو کانکته، اینا هیچ ارتباطی به پول ندارد.
دیسکانکت تو کانکت، قطع شو که وصل بشی، کانسپتش همینه. بیا با جهان هستی، با محیط پیرامون، با طبیعت کانکت بشیم، وصل بشیم، یکی بشیم. این هیچ ارتباطی به پول نداره. پول یه چیز دیگه است، اقتصاد یه چیز دیگه است، این علمه، اصلا دو تا دنیای متفاوته. خدا هیچ ربطی به پول نداره، دین ربطی به پول نداره، باورهای قلبی شما نسبت به پول، نسبت به کائنات، نسبت به انرژی هیچ ربطی به پول نداره. پول بیزینسه، کسب و کار، تجارت. اینا نقطه مقابل افکار شماست دیگه، درسته؟ میخوای مخالفت کنی؟ عالیه. چند میلیون دلار پول داری؟ چند تا کشور رفتی؟ چند تا کارخونه داری؟ چند تا مغازه داری؟ چند تا شعبه زدی؟ چیکار کردی تو زندگیت؟ میلیونری؟ کلکسیون ساعت داری؟ شاید واقعا پولدار باشی، ولی صرفا این که رفتی زمین خریدی و زمینا گرون شده، بعد زرنگ بودی، چهار تا زمین دیگه خریدی و دوباره زمینا گرون شده، هیچ ارتباطی به احساسات تو نداشته. شاید واقعا وضع مالیت از من خیلی بهتر باشه، 100 میلیون دلار پول داشته باشی، دمت هم گرم، من افتخار میکنم یه آدم پولدار توی این کامیونیتی من باشه، باعث افتخار منه. ولی اینکه با زمین و ملک و اینا رفتی بالا هیچ ارتباطی به احساس نداره. شاید اصلا 50 تا شعبه مغازه داری، هیچ ربطی به احساست نداره. تو مدیریت مدیران رو بلدی، تو رهبری تجارت رو بلدی، اینا هیچ ربطی به احساس شما نداره، به کائنات ربط نداره، به جهان هستی ربط نداره. اصلا سایز عمر ما تو جهان هستی بابا اصلا صفره، یعنی صفر نقطه ان اشار یکه. ما خیلی کوچیکتر از جهان هستیم. 600 میلیون سال با سرعت نور حرکت کنی تازه میرسی اون ور مثلا جهان هستی عزیزم. ما 50 سال نوری بی خیال نمیتونیم حرکت کنیم بریم یه ور دیگه. جهان هستی به ما هیچ اهمیتی نمیده در زمینه های مالی. ما میتونیم با این کانکت بشیم ولی ربطی به پول نداره. حالا در لحظه زندگی کردن یکی از اون چیزایی که زندگی شما رو داره سیاه میکنه، داره زندگیتون رو نابود میکنه. شما برای بهبود رابطت با همسرت باید برنامه داشته باشی و ذره ذره کاراکتر خودت رو بتراشی. این تراشیدن در آینده اتفاق میافته. زمان لحظت رو باید صرف آینده کنی. برای رسیدن به پول لحظه رو باید فدای آینده کنی. این در لحظه من حالم خوبه که حال خوبه، اگر ازش پول در میاد رواله، اگر وضع مالی توپه که پول ازش در میاد بازم رواله، در غیر این صورت بدو، فقط بدو. در لحظه زندگی کردن و حال خوب و انرژی، و من صبح پا شدم انرژی خورشید رو دریافت کردم، یک روز پر انگیزه دریافت کردم و فلان. رفیق من حتی الان این پست دارم اینجا میگیرم انگیزه ندارم. انگیزه زیرشاخه کمالگرایی. کتاب چگونه کمالگرا نباشیم را بخوانید. اولین، یعنی تو صفحه اولش اینو نوشته. انگیزه یکی از بزرگترین زیرمجموعه‌های کمالگرایی است. کمالگرا تو زندگیشون به هیچ کجا نمی‌رسن، چون انتظار دارن همه چیز در بهترین حالت ممکنه باشه آنگاه شروع کنن یه کاری انجام دادن، و تو این دنیا هیچ چیز همیشه در بهترین حالتش نخواهد بود. بپذیر، دان، تموم شد رفت. پس از امروز به بعد جای تمرکز برای در لحظه زندگی کردن و حال خوب و انرژی و آموزش هایی که اینجا هوشمندانه باید به حرفم گوش بدی، زمان رو در نظر بگیر. من 33 سالمه، 66 سال عمر کنم دیگه، 66 سالگی انرژی امروزم رو ندارم که. پس 50% زندگیم لود شده. بله، اگر برسم مثلا تصادف و فلان و داستان نشه. تمام؟ من این وسط هم. این گذشته من. در گذشته باور داشتم که، یا دارم که، باید در لحظه زندگی کنم. میخوام با خودت صادق باشی. در گذشته باور داشتم که من باید با حال خوب تلاش کنم. در این گذشته، در این تایملاین، من باور داشتم که اگر صبح خودم رو صورتی شروع کنم شبم هم صورتی تموم میشه. در گذشته من باور داشتم که برای رسیدن به ثروت، برای رسیدن به شهرت، برای رسیدن به احترام، من باید یک سری از کارهای عجیب غریب رو انجام بدم. مثلا صبح که پا میشم اینجوری کنم، بعد اونجوری کنم، بعد اینجوری کنم تا برسم به این چیزا. اوکی، الان زمان حاله، اینم گذشته است. باورهایی که در گذشته داشتی
آیا شما رو به آنچه که اهدافت بوده رسونده در زمان حال؟ به پاسخ صادقانه بده. به پول رسیدی؟ پول رو جذب کردی؟ اگر میگی پول رو میشه جذب کرد، الان هشتت گروه نوت هست یا نیست؟ الان پول داری یا نداری؟ الان وضعت خوبه یا خوب نیست؟ الان اون کارخونه‌ای که داری مدیریت میکنی، اون بیزینس، کسب و کار، تجارت، بقالی، هر کاری که داری انجام میدی به عنوان شغل، آیا با قانون جذب رشد کرده؟ الان شعبه دو داری میزنی؟ چقدر رشد کرده؟ امسال صابخونه بیاد بگی آقا این مغازه‌ای که داری کرایه‌ش رو من می‌خوام 50% پول پیششو افزایش بدم، دوچار تزلزل نمیشی چون انقدر مشتری جذب کردی که به راحتی میپردازی. صاحب مغازه‌ای دمت گرم، انقدر داری در میاری که سالی دو سه تا مسافرت بری، یا با کارت ازدواج کردی و هنوز نمیتونی یه مدیر اونجا بذاری که خودت وقتت آزاد بشه که بری یه بیزینس جدیدتری بزنی. این گذشته آیا شما رو به زندگی ایدالتون رسونده؟ من صادقانه 9 سال گذشته خودم من رو به زندگی ایدئال امروزم رسونده و امروز واقعا زندگی من زندگی ایدئال منه. قبل از اون 9 سال همش حجبه. آنچه که من الان از شما درخواست دارم توی خودتون تغییر بدید، همون چیزیه که من 9 سال قبل در خودم تغییر دادم. این جواب نمیده. اگر جواب نمیده پس اشتباه هست. ممکنه من خیلی دوستش داشته باشم ولی جواب نمیده. جمله خیلی جمله سنگینه، کاش جا بنویسی. ممکنه من یه چیزی رو خیلی دوست داشته باشم ولی جواب نمیده. نتیجه رو باور کن. اگر من 2 ساله دارم روی قانون جذب کار میکنم و من هنوز به اون زندگی ایدالم نرسیدم و جذبش نکردم، جذب من خراب نیست، جذب خرابه. جذب دروغه. ما هیچ چیزی به اسم جذب نداریم. حالا این زمان حالو در نظر بگیر، کاملا نقطه برعکسش آینده. میخوای بری تو آینده، حالت بد میشه، استرس میگیری، اضطرار میگیری، اضطراب میگیری. خیلی بده ها، اضطراب، اضطرار، استرس، انگزایتی، کلا حالت بد میشه. چرا؟ به خودت باور نداری. چرا به خودت باور نداری؟ چی میشه که من به بیزینسم نگاه میکنم دست و پا میلرزه؟ چون باور ندارم میتونم تو این تجارت مشتری بیارم. من کارمند میبینم تو ایران 207 زیر پاشه، میگم اون 207 رو بفروشی 1 میلیارد، 1.2 میلیارد دستت میاد. 400-500 هم که پس انداز داری، با 1.5 میلیارد تو میتونی یه مغازه بزنی که بیشتر از 30 میلیون تومانی که من دارم به تو حقوق میدم در بیاد. چرا مغازه نمیزنی؟ چون از آینده میترسی. حالا میخوای بگی ما تو ایرانیم، ایران آینده ترسناکه و انقدر تغییرات و پلان و الوبل. من به تو میگم ترکیه هم همینه، دبی هم همینه، آمریکاش هم همینه، کل دنیا همینه. آدم ها دارن در لحظه زندگی میکنن. کیا آیندن؟ یه پستی هست، پست بعدی میخوام بسازم. ما چرا تو دانشگاه تاریخ داریم درس آینده نداریم؟ چرا ما باید تاریخ بخونیم ولی نباید آینده رو بخونیم؟ چرا تو دانشگاه ما یاد نمیدن که ما چطور میتونیم دیگران رو متقاعد کنیم؟ چطور وام بگیریم؟ وام گرفتیم با واممون چیکار کنیم؟ چرا اینا رو به ما یاد نمیدن؟ اصلا بیا فلشبک بزنیم به همون سوال اصلی من. چرا ما تو دانشگاه تاریخ داریم ولی آینده نداریم؟ از بچگی به ما یاد میدن در گذشته ها سیر کنید، نه در بهترین حالت در زمان حال اشغال کنید. در پاسخ میخوای بگی تاریخ همیشه خودش رو تکرار میکنه. اوکیه، تا یه جایی حرف شما صدق میکرد، الان نمیکنه. گذشته ای از اینترنت وجود نداره که خودش رو تکرار کنه. گذشته ای از هوش مصنوعی وجود نداره که خودش رو تکرار کنه. تا سال 2000 ژانر دنیا یه چیز بود. قدرت ها حمله می کردن، فلان ها می رفتن، خوبی رفت، خوبی ماندنی بود، بدی رفتنی بود و فلان. الان انقلاب های صنعتی شکل گرفته که گذشته ای ندارن که خودش رو تکرار کنه. ما تو پارادایم شیفتیم. اصلا دنیا داره شیفت میشه، دنیا داره تغییر، این تغییر به قدری بزرگه
که اینوری داشتیم میرفتیم الان داریم اینوری میریم و اینور اصلا گذشته‌ای وجود ندارد. داشتیم شمال میرفتیم الان داریم جنوب میریم. نقطه مقابل تاریخ خودمون ما داریم حرکت میکنیم. واسه همین تاریخ تکرار نمیشود. ما الان داریم تاریخ رو میسازیم، 600-700 سال بعد این روزها تکرار خواهد شد. ولی این یک تاریخ جدید است. ما داریم تاریخ مینویسیم الان. چرا تو دانشگاه تاریخ درس میدن ولی آینده درس نمیدن؟ ما چرا کتاب راجع به آینده نداریم؟ نمیگم آینده رو پیش بینی کنه، کتابی که شما رو دعوت به آینده نگری کنه. چون نویسنده‌ها کتاب می‌نویسن که بفروشن و شما زمانی می‌خری که خوشحال باشی. و کی خوشحال میشی؟ وقتی که تو هپروت ذهنت بری تصویر سازی کنی و خودت رو در یک مرسدس ببینی، در لحظه باشی، بعد عاشق نویسنده میشی. حالم خوب کرد. جیبتو چطور؟ دستاوردتو چطور؟ تو نمیتونی تصور کنی چه لذتی برای یک مرد مخصوصا در به دست آوردن دستاورد هست. تو آینه به خودت نگاه کنی بگی اه پسر تهشو در آوردی، دمت گرم. میگیری چی میگم؟ نه خب شما درگیر لذتهای در لحظه اید. ما مردیم عزیزم، ما مردیم. ما رو با نتایجمون میشناسن. میگیری چی میگم؟ ما رو با چیزایی که به دست میاریم میشناسن. ما رو با دستاوردامون میشناسن. تا حالا شنیدی جایی بگن خدا هیچ زنی رو شرمنده شوهر و بچهش نکنه؟ همینجا میگن خدا هیچ مردی رو شرمنده زن و بچهش نکنه. در لحظه زندگی کردن اولا که برای همه به نظر من اشتباهه، ولی اگر شما بیننده گرامی مردی، برای شما دیگه اصلا نیست. چرا نمیتونی بری تو آینده؟ چون اعتماد به نفس نداری. چیکار کنیم این از بین بره؟ یک فرمول: به قولهایی که به خودت میدی عمل کن. میگی میرم باشگاه، برو. میگی فردا صبح بیدار میشم این کارو میکنم، بکن. همین حرفای کوچیکی که به خودت میزنی رو بهش عمل کن. تو در درونه، در ضمیر ناخودآگاهت انقدر حرف زدی زیرش که خودت هم دیگه حرفای خودتو باور نداری رفیق. گرفتی چی میگم؟ شروع کن به عمل کردن، به آنچه که تا به حال به خودت گفتی. نتیجهش تو زندگیت معجزه میکنه. شروع کن به انجام دادن حرفایی که میزنی نسبت به خودتا. رفیقت زنگ زده طلبکار بهش میگه فردا میدم، میدونی خودت هم پیش خودت که قرار نیست فردا بدی، یه داستان دیگه است. ولی اگر به خودت میگی فردا ساعت 9 بیدار میشم، بعد میرم این کار میکنم، بعد کتاب میخونم، زور کن به خودت و انجام بده. اعتماد به نفست میره بالا. باور میکنی خودتو. میگی من خودم رو باور ندارم. راست میگی. انقدر که به خودت دروغ گفتی، انقدر که واسه خودت خالی بستی، انقدر که به خودت وعده دروغین دادی. اعتماد به نفست با این روش خیلی افزایش پیدا میکنه. مشخصا 100,000 روش دیگه هم هست. واسه من این جواب داده. مرسی که اینجا با من بودی. تو کامنت ها بنویس گیر و گورت کجاست، تو پست های بعدی راجبش صحبت میکنم. راستی اگر خیلی از این برنامه لذت بردی و اگر خارج از کشورم هستی، چون تو ایران نمیشه، یه آپشنی اضافه شده به اسم سوپر لایک. میتونی نمیدونم 5 دلار 10 دلار چی کنی. در جریان نیستم، بعد برم ببینم چی بود. امروز نوتیفیکیشنش اومد که همچین چیزی یوتیوب واسه من فعال کرده. اگر با این قسمت حال میکنی و میخوای حمایت کنی، یه چیزی هست به اسم سوپر لایک، اون پایین باید سمت راست چپ باشه، اون کلیک کنید، بعد بخرید ببینیم چه جوریه. 1 دلار نیم سنتی همچین چیزیه.
میتونید نشاندنده حمایت کامیونیتی منه. با این یک دلار من میخوام برم خدا بخواد یه مکدونالدی بزنم. اگر 50 نفر 50 تا سوپر لایک بخرن من میتونم یه مکدونالد اونم نه تازه چیزش اسپشالش معمولیشو بخورم. دبی خیلی گرونیه خدا. دبی به دلار هم گرونه لامصب. آقا مرسی که اینجا بودین. تو کامنت ها بنویسید. ممنونم ازتون. قسمت بعدی هم واقعا نمیدونم قراره چی باشه. پادکست قبیله ققنوس کلن ریتم خاصی نداره نسبت به آنچه که در لحظه اتفاق میفته و من میبینم از کامنتاتون انتخاب میکنم بر اساس اونو میسازم و هدف خاصی هنوز براش مشخص نکردم چون میخوام باز باشه، میخوام خلاقانه باشه، میخوام تهش باز باشه، میخوام بی هدف پیشش ببرم. چون اگر هدفمند باشه اون چیزی که من میخوام در نمیاد. میخوام مکالمه من و شما باشه به صورت کاملا دوستانه و نه هدفمند. نمیخوام اهداف من با این قاطی بشه. میخوام به اوریان ترین حالت ممکنه جلوی دوربین قرار بگیرم و این چیزیه که تو هر قسمت از پادکست ققنوس‌دان اتفاق میفته. ما یک کانال دیگه ایرم به زودی تأسیس خواهیم کرد که اونجا دیگه کلن ژانر روانشناسی، ترفندهای روانشناسی، خلاصه کتاب خوندن، تحلیل و بررسی کتاب و اینجور مسائله. این کانال رو میذاریم واسه پادکست های ققنوس و همچنین مصاحبه های من. راستی منتظر مصاحبه من با همای، با خواهر امیر تتلو، با رضا فاضلی و چندین خواننده بزرگ کشور هم باشید. عجب مصاحبه هایی شد. ممنونم که تا اینجا ما همراه بودید. بدرود و خدا نگهدار.